سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان بینندگان محترم برنامه پنجره‌ای به جهان کتاب. امروز باز دو کتاب دیگر برای شما عزیزان انتخاب کردیم که با این کتاب آشنا خواهید شد. کتاب اول کتاب رهبری روحانی و کتاب دوم صفات بایسته یک رهبر خواهد بود. کتابی رو که امروز برای قسمت اول برنامه انتخاب کردیم کتاب رهبری روحانی یا عنوان بعدیش رهبر روحانی کیست؟ ویژگی‌های ذاتی یک رهبر. نویسنده آقای اوسوالد ساندرز هست و مترجم کتاب آقای محسن نامور. انتشارات بینام کتاب رو عزیزانی که منتشر کردند مشخص نیست چه کسانی هستند، نشر بینام. یک کتاب کلاسیک در زمینه رهبری روحانی است. در سالیان گذشته کتب بسیاری در زمینه رهبری روحانی نگاشته شده و علاقه جدیدی نسبت به این موضوع به وجود اومده در بین کلیسای مسیحی. در دانشگاه‌های مسیحی ما رشته کریشن لیدرشپ رو داریم که تا مقطع دکترا حتی اشخاص میتونن در این رشته درس بخونن. به زبان فارسی هم چند تا کتاب خیلی خوب در چند سال گذشته ترجمه شد، منتشر شد. کتاب مروری بر رهبری که خلاصه مباحث مهم رهبری در زمینه رهبری در جهان مسیحیت هست، یا کتاب رهبری جسورانه که باز کتاب خوبی است، و کتاب‌های مشابه دیگر، کتاب دوستان و رهبران که باز کتاب بسیار خوبی است. ولی این کتاب آقای ساندرز که خیلی سال پیش، حدود 15 سال از ترجمه کتاب میگذره، من خیلی سال پیش این کتاب رو خواندم، یک کتاب کلاسیک در زمینه رهبری روحانی است. کتاب مختصر و مفیدی است، حجم زیادی نداره ولی کتاب بسیار پرمغزی است و در این حجم خیلی کم این کتاب، حدود 147 صفحه، آقای ساندرز تمام تجربیات زندگی خودش رو به عنوان یک رهبر موفق مسیحی که در سطح بسیار گسترده تأثیر عمیقی بر رهبران مسیحی کلیسای مختلف گذاشته، تجربه شد در قالب این کتاب ارائه می‌دهد. البته خود این کتاب در شروع کتاب نبوده بلکه مجموع سخنرانی‌هایشون بوده در یک کنفرانسی در سنگاپور که شنوندگان خیلی تحت تاثیر این دروس قرار میگیرن و ازشون خواهش میکنن که مجموع این سخنرانی ها رو به شکل کتاب بنویسه و نتیجهش این میشه که ایشون این کتاب رو به نگارش در میاره و در این کتاب ایشون برخی از مهمترین ویژگی هایی رو که یک رهبر مسیحی باید داشته باشه توضیح میده. خب رهبری در دنیای غیر مسیحی متفاوت است با آنچه که در دنیای مسیحیت میگذره. در بخش دوم برنامه ما کتابی رو معرفی میکنیم باز در زمینه رهبری، ولی اصول رهبری اگرچه وجود تشابهی بین رهبری در کلیسا و جهان مسیحیت و جهان بیرون وجود داره، وجود مشابه و هم دارند، ولی اصولی هست که مخصوص رهبری مسیحی است. اینکه یک رهبر مسیحی باید از خدا هدایت بگیره، باید روح القدس رو هدایت بکنه، حکمتی که خدا بهش میده بر اساس این حکمت قدم برداره، ارزش‌ها و چارچوب‌های کتاب مقدسی رو باید رعایت بکنه. در رهبری او موضوع بلند شدن خودش، بالا رفتن خودش، ارتقای مقام خودش نیست. مسئله این است که کار خدا جلو بره، مسئله این است که دیگران بلند بشن و آنچه که بهش میگیم servant leadership، رهبری مبتنی بر خدمت که امروزی که اساسا نظریه رهبری شده. پس ویژگی‌های منحصر به فرد خاصی شو داره و در این کتابم آقای ساندرز برخی از این ویژگی‌های منحصر به فردی رو که یک رهبر مسیحی باید داشته باشه به اونها میپردازه و مباحث خیلی جالبی رو مطرح میکنه. خب برخی از مفاهیمی رو که در این کتاب وجود دارند خیلی خلاصه اگه بخوام خدمتتون بهش اشاره کنم، خیلی مباحث رو در همین حجم کوتاه بهش میپردازه آقای ساندرز، ولی یه بخش از کتاب رهبری از دیدگاه پولس رسول مطرح میکنه. پولس رهبر رو چه کسی میبینه؟ از دیدگاه پتروس مطرح میکنه رهبر کیست و باز اشارات متعدد به کتاب مقدس، مثلا عهد عتیقی بخش مفصلی ایشون اشاره اختصاص داده به موسی و رهبری موسی که چطور موسی رهبری خودش رو در طول زمان منتقل میکنه به یوشع. در فصول تقریبا پایانی کتاب هست بخشی هست که چطور تحت عنوان این فصل از هنر تفیض اختیار، که چطور وقتی که موسی مسئولیت‌های سنگین بسیاری داره به تدریج مسئولیت خودش رو تقسیم میکنه بین اشخاصی که همراه او هستن. یترون
پدر همسر او به او پیشنهاد میکنه که در زیر بار این بار گران رهبری این قوم بزرگ داری از پای در میای، پس بیا و وظایف خودت رو با دیگران تقسیم کن. سخن حکیمانه ای که به دل موسی می نشینه و موسی رهبرانی از بین رهبران قوم مشخص میکنه و خیلی از وظایف رو به اونها می سپاره. البته می خوانیم که روح خدا بر اونها میاد، اونا شروع به نبوت میکنن، این رهبران به عبارتی مس خدا من بر اونها میاد که به عنوان رهبران مس شده بتونن قوم خدا رو رهبری کنن. و بعد می خوانیم باز در این کتاب که موسی وقتی که سنش بالا میره و میدونه جهان رو بعد ترک کنه، رهبری خودش رو به یوشع تفویض میکنه، ولی این تفویض رهبری به یوشع یک شبه صورت نمیگیره. سالیان سال یوشع در کنار موسی هست و از او میآموزه روش‌های رهبری رو، روش‌های مدیریت او رو در شرایط بحرانی و دشوار چجوری تصمیم میگیره. و یک رهبر خوب کسی است که بعد از خودش رهبران دیگر رو تربیت میکنه، رهبری که برای آینده کاری که انجام میده، آینده سازمانی که درش هست، آینده نگری نداشته باشه و اشخاصی رو تربیت نکنه، به عبارتی میتونیم بگیم رهبر خوبی نیست. یک شبان خوب، یک معلم خوب، کسی که در رأس یک سازمان مسیحی است، باید برای دراز مدت برنامه داشته باشه و رهبرانی رو تربیت بکنه، آموزش بده که بعد از او مدیریت سازمان و کلیسا یا اون نهاد رو بر عهده بگیرند. و یه بخش از کتاب در مورد بازآفرینی رهبران و اینکه چطور یک رهبر باید برای خودش رهبر دیگری رو تربیت کنه یا رهبران دیگر رو تربیت و آماده کنه. باز یه گفته معروف هست که رهبران خوب کسانی هستند که رهبران تربیت میکنن، نه پیروان. رهبر کسی نیست که فقط پیروان داره، رهبر کسی است که خودش هم رهبران رو تربیت میکنه، خودش کسی است که در امر خطیر تربیت رهبران نقش داره، سهم داره و میدونه چجوری رهبران رو آماده کنه. یک بخش از کتاب در مورد رهبر و اهمیت دعاست که یک رهبر مسیح باید خیلی دعا کنه. دعا یک بخش جدای ناپذیر از رهبری مسیح است و رهبر مسیح که نتونه دعا بکنه نمیتونه اراده خدا رو برای زندگی خودش، اراده خدا رو برای قوم خدا و برای کاری که انجام میده نمیتونه درکش بکنه. و مثال های متعددی میاره از زندگی مردان خدا، زنان خدا که چقدر وقت رو به دعا میدادن. مارتین لوتر که با وجود اون مشغله بسیاری که داشت روزی 300 دعا میکرد. خود عیسی مسیح ما در کلام میخوانیم که مرتب وقتهایی رو با پدر آسمانی خلوت میکرد، اختصاص میداد که دعا بکنه. لوقا 6:12 میخوانیم که شب رو در عبادت خدا به صبح آورد، تا صبح عیسی بارها و بارها دعا میکنه. مثلا انجیل لوقا اشارات متعدد داره به این موضوع که عیسی چطور از شاگردان، از جماعت فاصله میگیره، وقت رو به دعا میده. و در رهبری روحانی مسیحی رهبر باید بدونه که قوم خدا رو به کجا داره میبره، به سمت و سوی باید ببره که خدا تعیین میکنه، خدا نشون میده. و این میسر نمیشه مگر اینکه یک رهبر هر روز وقت کافی رو در حضور خدا بگذرونه تا از خدا هدایت داشته باشه، از خدا رویا داشته باشه و همچنین خودش به عنوان یک رهبر نیاز داره در حضور خدا قوت بیابه، بارهای سنگین رو که در نتیجه خدمت بر او میاد به خدا بسپاره. و بدون دعا پس او نمیتونه در همه اون بحرانها و فشارها و مشکلاتی که لازمه رهبری است نمیتونه تاب بیاره. و دعا عامل توانمند کننده، قوت بخش و عاملی است که به او کمک میکنه بتونه ادامه بده. و همچنین بدون دعا، یعنی ماندن در حضور خدا، او نمیتونه نقشه خدا رو برای قوم خودش، خدمت خودش بدونه و بدون هدایت خدا نمیتونه به پیش بره. فصل دیگه ای کتاب داره رهبر و مسئله زمان، که یک رهبر خوب باید مدیریت زمان داشته باشه، باید بتونه برنامه زمانی خودش رو طوری برنامه‌ریزی کنه که به وظایف مهم خودش عمل بکنه، اولویت‌ها رو تشخیص بده. یک رهبر با خیلی کارها روبرو میشه، با خیلی وظایف و مسئولیت‌ها، ولی رهبر خوب کسی است که اولویت‌ها و مسئولیت‌های خودش رو میشناسه. و یه مباحث خیلی جالب این فصل داره در مورد هنر مدیریت زمان، تشخیص اولویت‌ها، برنامه‌ریزی برای خدمات مختلف، زمانبندی و این مباحث. یه فصل خیلی جالب در مورد مطالعه داره این کتاب، که رهبر خوب کسی است که مرتب مطالعه می‌کنه. رهبر و اهمیت مطالعه عنوان این فصل است و رهبران خوب مرتب در حال یادگیری هستند، مرتب در حال مطالعه هستند. رهبری که می‌خواد قوم خدا رو درست رهبری کنه باید از دانش زمانه خودش بهره کافی داشته باشه،
باید مهارت‌های رهبری، مدیریتی، روانشناختی و خیلی مهارت دیگر رو کسب بکنه، در غیر این صورت نمیتونه قوم خدا رو چنان که باید رهبری کنه. یه فصلی هست در مورد اینکه خدا چطور رهبران رو از کوره‌های مختلف عبور میده، آزمایشات خدا روی رهبر. هر رهبری اگه بخواد رهبر بشه بعد از یک سری درس تجربیات رد بشه، درسایی رو بعد یاد بگیره و خدا هیچ کس رو در موقعیت‌های خطر رهبری قرار نمیده مگر اینکه اونها رو از کوره ها و آزمایشات سخت عبور بده تا اونها شایستگی و آمادگی رهبری در مناسب سرنوشت ساز رو به دست بیارن. اجازه بدید یکی دو بخش از کتاب رو خیلی سریع با هم دیگر نگاه بکنیم. از صفحه 75 کتاب قسمتی رو خدمتتون خواهم خوند، در مورد زمان هست، فصل 11 کتاب در مورد زمان. چگونگی استفاده از زمان جایگاه مهمی در امر رهبری روحانی دارد. شیوه های مختلف سپری نمودن اوقات فراغت نقش تعیین کننده ای در شکل شخصیت و زندگی آتی یک جوان ایفا می کند. مدت زمان لازم برای تحصیل یا حضور در محل کار از این قاعده مستثنا هستند، چرا که ساعت مزگور قبلا تعیین شدند. آنچه که اهمیت دارد این است که فرد قبل و بعد از وظایف خیش چگونه ساعت خود را سپری می سازد. باز از صفحه 94 کتاب بخشی رو انتخاب کردم که خدمت شما عزیزان قرائت می کنم. صفحه 94 در مورد سخت‌کوشی در رهبری هست و اینکه در این حال ما نیاز داریم به استراحت و اینکه تجدید حیات کنیم. انسانی که مجذوب رفاه طلبی است قابلیت استقرار در جایگاه رهبری را ندارد. اگر او قادر نباشد پیش از دیگران برخیزد، سخت کار کند، بیشتر مطالعه نماید و دیرتر از سایرین به خواب رود، نخواهد توانست تأثیر سازنده‌ای بر دیگران داشته باشد. اگر تمایلی به پرداخت بهای خستگی در رهبری نداشته باشید، همواره فردی معمولی و عادی باقی خواهید ماند. در این حال باید حکیمانه و با خردمندی از فرسایش زودهنگام جسم و سلامتی خیش جلوگیری نموده و رهبر باید از فرصت‌های لازم برای استراحت و تجدید قوا بهره جوید. یک از خادمین جوان بسیار فعال اسکاتلندی به نام رابرت مورای مکچنی که در سن 29 سالگی به درود حیات گفت، هنگامی که در بستر احتضار قرار داشت به نزدیکترین دوست خود که بر بالینش حاضر بود چنین گفت: خداوند به من پیامی داد وسبی راهوار تا آن پیام را به دیگران برسانم. من اسب را کشتم و نتوانستم پیام را برسانم. شلاق زدن به اسب تا حد مرگ هیچ امتیازی ندارد. اشاره به بدن خودش هست که ایشون اونطور که باید از بدن خودش مراقبت لازم رو نکرد و در خیلی سن جوانی دنیا رو ترک کرد. پس خواندن این کتاب بسیار مفید و آموزنده رو به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم. کتاب دیگری که برای بخش دوم برنامه‌مون انتخاب کردیم کتابی است تحت عنوان صفات بایسته یک رهبر. نویسنده کتاب آقای جان ماکسول هست، مترجم آقای عزیز کیاوند و ناشرش مدیریت فرداست، ناشری که کتابای مربوط به مدیریت و رهبری رو نشر میده. خب آقای ماکسول فرد بسیار معروفی است، احتمالاً خیلی از شما عزیزان با ایشون آشنایی دارید یا کتاباشو خوندید. در زمینه رهبری کتابای بسیاری از او به فارسی ترجمه و منتشر شده. در دنیای رهبری افرادی هستند که خیلی شناخته شدن، اشخاصی مثل کیم بلانچارد، پیتر دراکر، ولی آقای ماکسول هم یکی از اون افرادی است که در این زمینه حرفای بسیار برای گفتن داره و از این اشخاص هم دراکر هم بلانچارد و نویسندگان دیگه که در زمینه رهبری نوشتند خوشبختانه که کتب خیلی خوبی در زبان فارسی موجود هست، ولی شاید ماکسول کسی باشه که بیشتر از نویسندگان دیگر کتاباش به زمان فارسی منتشر شده. ده ها کتاب، دقیقا آمارش رو من ندارم، ولی خود من از کتابایشون به زبان فارسی بارها به دست گرفتم و خوندم و دفعه آخرم که اینترنت نگاه میکردم فهرست کتاب فارسی رو شاید بیشتر از 30 کتاب به نظرم میومد که از ایشون به فارسی ترجمه شده. ایشون در دانشگاه مختلف تدریس میکنن فن رهبری رو و برنامه های تلویزیونی مختلفی دارن در این مورد
خب ما در ساعت قبلی در مورد رهبری روحانی صحبت کردیم، رهبری مسیح و برخی از اصولی که اونجا مطرح است و در کتاب آقای ساندرز مطرح شده بود. ولی خب آقای ماکسول در مورد کلن هنر رهبری و ویژگی‌های مهمی که یک رهبر باید داشته باشه در کتاب‌های مختلفش صحبت می‌کنه. رهبری عام برای هر کس، هر کسی که در یک منصب رهبری قرار می‌گیره، نه لزوماً یک خادم، یک کشیش یا فردی که خدمت روحانی می‌کنه. و در کتاب‌های مختلفش به وجوه مختلف رهبری یا اون چالش‌ها، اون نیازها و ویژگی‌هایی که باید یک رهبر داشته باشه می‌پردازه. شاید یکی از دلایلی که کتاب‌هایشون خوانندگان بیشتری داره و در فارسی شاید بیشتر ترجمه شده این باشه که ایشون خیلی ساده می‌نویسه. کتاب‌های آقای دراکر یا بلانچارد گاهی اوقات بحث‌های تخصصی داره، بیشتر اونها از زبان تخصصی استفاده می‌کنن، ولی آقای ماکسول مباحث تخصصی هم با یک زبان خیلی ساده بیان می‌کنه. سبک نگارشیشون خیلی جذابه. خب بیشترشون سخنران هست، سخنران خیلی موفقی است و کتاب هایشون هم خیلی از اوقات احساس میکنید باز با یک سخنرانی روبرو هستید که سبک نوشتاری داره و از در کتاب های خودش مرتب استفاده میکنه از کلمات قصار، از گفته های بزرگان، از زندگی بزرگان. او مرتب مثال میاره از افرادی که در زمین های مختلف، اقتصاد، تجارت، سیاست، ورزش، در ارتش و امور نظامی افراد خیلی موفقی بودن و رهبران برجسته‌ای بودن. رهبر هر کسی است که در یک جای میتونه گروه بزرگی رو رهبری کنه و در یک قلمرو خاصی میتونه اون امور رو سامان بده. و مثال‌های متعددی که ایشون میاره از زمینه‌های مختلف، کتابایی رو بسیار خواندنی میکنه و افراد از زمینه‌های فکری و اجتماعی مختلف میتونن با کتاب‌هایشون ارتباط بگیرن و استفاده کنن از گفته های ایشون، از آثار ایشون، برای اینکه در هر زمینی که دارن کار میکنن افراد موفقی باشن. پس سبک ایشون خیلی جذاب است. من خودم بارها از کلمات قصاری که ایشون در کتاباش به کار برده استفاده کردم برای بیان یک مطلبی، برای اینکه در یک موعظه از یک مثال استفاده بکنم و از این لحاظ سبک بیانی ایشون، سبک نگارشی ایشون سبک بسیار جذابی است. خب این کتاب از 21 فصل تشکیل شده و در واقع 21 صفت بایستی یک رهبر هست که یک رهبر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، که باید یک شخصیت قابل اعتماد داشته باشه، جاذبه داشته باشه، تعهد داشته باشه، بتونه با دیگران ارتباط بگیره، باید لیاقت داشته باشه، شجاعت داشته باشه و الی آخر. هر کدوم از این صفات رو ایشون در یک فصل بسیار کوتاه چند صفحه‌ای مطرح میکنه. فصول خیلی به شکل جالبی مطرح شدن، هر فصلی با یکی دو تا کلمات قصار از بزرگان، افرادی که در زمینه رهبری یا تجربه‌ای داشتن یا نویسندگان و متفکرانی بودند، با یک نقل قول از اونها شروع میشه و بعد یک مثال مشخص از زندگی واقعی رو ایشون ذکر میکنه از افرادی که برخیشون خیلی شناخته شدن. برای مثال وقتی در مورد تعهد میخواد صحبت کنه به زندگی میکلانج اشاره میکنه که چطور او اون چیزی که بهش سپرده بودند بعد انجام میداد، وقتی که سقف نمازخانه سیستین رو میخواد درست کنه یا هر کاری که میخواد بکنه، اگرچه فشار انسانی طاقت فرسایی بر او میاد ولی او تا به آخر تا اون کار رو اگه انجام نداده اون کار رو رها نمیکنه. یا وقتی در مورد گوش دادن، هنر گوش دادن، که یک رهبر باید بتونه خوب بشنوه، تا اگر خوب نشنوه نمیتونه مردم رو درک کنه و بعد اونها رو رهبری کنه، از خانم اوپرا ایشون مثال میاره. زندگی اوپرا رو خیلی کوتاه در دو صفحه اشاره میکنه که ایشون چه پیش زمینه ای داشت و ایشون یاد میگیره که به اشخاص گوش بده و بعد همین گوش دادنه باعث میشه که تبدیل بشه به یک مجری بسیار موفق. و یکی از جذابیت این کتاب این است که پس هر مبحثی، اگر در مورد شجاعت هست، در مورد ابتکار عمل هست، در مورد هر موضوعی ایشون میخواد صحبت کنه، با ذکر نمونه زندگی یک فردی که در اون زمینه موفق بوده و نمونه بوده بس رو شروع میکنه، که این کتاب خیلی جذاب میکنه. مثلا در مورد نگرش مثبت وقتی میخواد صحبت کنه ادیسون رو مثال میاره که با وجود اینکه این همه ناکامی داشت در برخی اختراعاتش، ولی تا به آخر ایشون تلاش میکنه، ثابت قدمه و میدونه که موفق میشه و در مورد نگرش مثبت از ایشون مثال میاره. ولی وقتی میخواد در مورد برای مثال آینده بینی صحبت کنه از والدیسنی صحبت میکنه
نگاهش به آینده چقدر مثبت بود و اگر او تونست کارتون و انیمیشن رو در کارتون و انیمیشن شخص بسیار تاثیرگذاری باشه، این ویژگی آینده بینی در ایشون قوی بود. یا در مورد آموختن، که یک رهبر باید اهل آموختن و یادگیری باشه، چارلی چاپلین رو مثال میاره که چطور همیشه در حال آموختن بود. و برخی شخصیت هایی که شاید برای خواننده خیلی آشنا نیستند، ولی این نمونه هایی که من خدمتتون ذکر کردم، فکر میکنم کم و بیش همه ما ایرانی ها با این شخصیت ها آشنا هستیم. بعد از اینکه نمونه زندگی یک فرد رو ذکر میکنه، اصولی رو مطرح میکنه، مثلا در مورد شجاعت 5 6 تا اصل رو میگه که مثلا در مورد شجاعت، شجاعت از نبردی درونی آغاز میشود، شجاعت بهتر کردن کار راست، نه صاف و صوف کردن آنها، یا 3 شجاعت رهبران احساس تعهد پیروان را برمیانگیزد. و باز بعد که این اصول رو میگه، حتما یک نقل قولی در هر کدوم از این اصول هست یا یک اشاره به زندگی یک نفر. بعد قسمتی داره تحت عنوان تأمل کنیم و خواننده رو دعوت میکنه به تفکر و تأمل که حالا چه باید کرد، و بعد راهنمودهایی میده. خود مترجم این قسمت رو گذاشته راه دستیابی، حالا چطوری میتونیم حالا به این شجاعت دست پیدا کنیم. میگه برای مثال در مورد شجاعت به کارهای سخت بپردازید، با کسی که باش مشکل دارید بهش صحبت کنید، گامی بزرگ بردارید. و در نهایت هم باز نمونه یک عنوانی داره تحت عنوان نمونه هر فصل، که در این قسمت هم باز ایشون به سراغ این موضوع میره که یک نمونه از زندگی یک فرد میاره، یا یکی دوتا موضوعی رو که دوتا اتفاقی رو که میتونه به ما الگو و نمونه خوبی بده در مورد اون ویژگی، مثلا شجاعت ذکر میکنه. هر فصل کتاب رو که ما میخونیم انگار یک پنجرهی باز میکنه برای ما به یک افق جدید. خیلی کوتاه هستن فصول، ولی هر فصل یک باره یک پنجرهی، یک افقی، یک چشماندازی در مقابل چشم شما باز میکنه. بله خیلی ساده است. وقتی شما کتاب ماکسول رو میخونید، دنبال مباحث نظری عمیق و پیچیده، استدلال، مقدمه چینی، چنین چیزایی نباشید. سبک نگارشون اینطور نیست. ممکنه برخی اشخاص بگن که خب این که شد یه سری فقط کلمات کلی و کلیگویی و کلمات قصار و بله، سبک نگارششون ایشون هست، ولی اینجوری هست. آقای دراکر مثلا اینطور نمی‌نویسه. ولی برای فردی که میخواد در یک نشست یک کتابی رو بخونه که بهش الهاماتی ببخش، ایده هایی بده، کتابای ایشون، مثلا این کتاب به نظر من کتاب بسیار خوبی است. به دنبال این نباشید یک کتاب خیلی جدی و نظری در مورد رهبری بخونید، ولی پر از ایده های ناب، پر از کلمات قصار و پر از نمونه ها و الگوهای الهام بخش است این کتاب. و خود من با خوندن این کتاب در مورد خیلی از موضوعات خیلی الهام گرفتم و این کتاب برای من خیلی برانگیزنده بود. اجازه بدید برخی از این کلمات قصاری که در این کتاب ایشون از افراد مختلف آورده و چند قسمت کوتاه رو من خدمتتون بخونم، خیلی کوتاه نگاهی بکنیم به برخی از این کلمات قصار. خود جمع‌آوری این کلمات قصار به نظر من هنری است که شما بتونید برای اون موضوعی که میخواید به اشخاص منتقل کنید، برید کلمات قصار رو انتخاب کنید که به بهترین شکل موضوع شما رو بیان کنه. و هنر آقای ماکسول این است که مطالعه بسیار گسترده‌ای داره، متون بسیار گسترده‌ای رو میخونه، زندگی‌نامه‌های بسیار رو میخونه و میتونه از لابلای این همه مطالعه اون مواد خام لازم رو برای بیان مفاهیمی که مد نظرش هست از اونو استفاده بکنه و این کتاباشو بسیار خواندنی میکنه. در مورد جاذبه فصل دوم اینطوریشو میگه، از آقای دان رینالد یک نقل قول رو گذاشته: چگونه میتوان جاذبه پیدا کرد؟ بیشتر سعی کنید تا دیگران خود انشاران باور کنند تا شما رو. به نظرم نقل قول بسیار جالبی است، ذهن ما رو خیلی باز میکنه. صفحه 46 باز با یک کلمه قصار دیگر روبرو بشیم. جامعه که مهارت در لوله کشی را تحقیر میکند زیرا کاری پیش افتاده است و هر سخن مهمل فلسفی را برمیتابد، چون فلسفه مقام بالایی دارد، نه لوله کش خوبی خواهد داشت، نه فیلسوفی به درد بخور، نه در لوله هایش آب بند میشود، نه در نظری هایش. آقای جان گاردنر این کلام زیبا رو گفتن و در قسمت لیاقت آقای ماکسول ازش استفاده کردن. به صفحه 34 کتاب نگاهی بیاندازیم.
اینا دیگه جملات ماکسول از بخشی از کتاب هست، وقتی که در مورد تعهد ایشون صحبت میکنه آقای ماکسول اینطور میگه: دنیا رهبری رو به خود ندیده است که تعهد و احساس مسئولیت نداشته باشد. اد مکروی از شرکت هواپیمایی یو اس چنین میگوید: تعهد و احساس مسئولیت نیروی تازه به ما میبخشد. هرچی پیش آید، بیماری، فقر یا مصیبت، از هدف خیش دست نخواهیم کشید. تعهد چیست؟ این واژه برای هر کس معنای خاصی دارد. برای موشسن، برخواستن هنگام از پا در آمدن. برای دونده استقامت، از نا افتادن اما بازم 15 کیلومتر دیگر دویدن. برای سرباز، رفتن روی تپه‌ای که نداند پشتان چه خبر است. برای مسلح، به خاطر بهبود زندگی دیگران با آسایش و راحتی خود وداع کردن. برای رهبر، همه اینها و بیشتر از اینها، زیرا هر کس در حوزه رهبری شما باشد به شما وابسته است. اگر می‌خواهید رهبری کارآمد باشید، باید متحد باشید و احساس مسئولیت کنید. تعهد راستیم الهام می‌بخشد و مردم را جذب می‌کند. تعهد نشانه اعتقاد شماست. مردم وقتی به ما اعتقاد پیدا می‌کنند که به آرمان خیش معتقد باشیم. مردم اول خود رهبر ارزیابی می‌کنند و بعد به حرف‌های او گوش می‌دهند. خواندن این کتاب بسیار جذاب را به شما عزیزان پیشنهاد می‌کنم.